اول سلام علیک بکنم. این راجب اینه که مغز ما چطوری؟ الان بگم. سلامی گرم و پر انرژی به شما بینندگان عزیز کانال پرژن بی ام اس، برنامه سلام سلامتی. من پروانه انداچه هستم. طبق معمول من در مورد سلامت جسم و روان صحبت میکنم و این بار در سری جدید برنامه سلام سلامتی باز هم در مورد سلامت جسم و این بار مخصوصا در مورد سلامت مغز ما و اینکه چگونه مغز ما رو کنترل میکنه که ما خوشحال نباشیم، ولی ما میخوایم ببینیم ما چطوری میتونیم خوشحال باشیم. ما انسان ها تفاوت های زیادی با حیوانات داریم. مثلا شوخ مزاحیم، اینو دیگه من خوب بلدم. مثلا میتونیم بخندیم، میتونیم به آینده فکر کنیم و میتونیم از تجاربمون اونطوری استفاده کنیم. نه اینکه همیشه تصمیمات درستی میگیریم، ولی از تجاربمون میتونیم استفاده کنیم. حیوانات خب اونا هم میکنن این کارو، برای اینکه صد بار یه اشتباه رو میکنن، بعد آخرش میفهمن که مثلا این تیکه رو نباید برن پایین. ولی ما میتونیم چشمامون رو ببندیم و تصوراتی بکنیم که اصلا تا حالا نداشتیم. یا مثلا یه مداد تراش داریم، میگیم خب بذار ببینم میتونم این انگشتم رو توی مداد تراش بکنم، ولی نمیکنیم این کارو، در صورتی که هیچ وقت نکردیم. اما از چیزایی که قبلا دیدیم میدونیم که این کار خطرناکه، پس بنابراین اینو نمیکنیم. یعنی ذهن ما یه ذهن خیلی پیچیده و جالبیه. مثلا ما وقتی که میخوایم بریم پیش دندون پزشک، هممون بدمون میاد دیگه، میترسیم. چرا؟ چون میشینیم به آینده فکر میکنیم و به این فکر میکنیم که ای وای وقتی من میرم پیش دندون پزشک، اولا ممکنه آمپول بزنه، درد میگیره، بعد ممکنه دریل کنه، اصلا اون صداش، حالا بیشتر وقتا اصلا ما حس نمیکنیم به خاطر اون آمپوله، ولی این صداش ما رو میترسونه و ناراحتمون میکنه. یعنی ما وقتی به آینده فکر میکنیم یه دو تا چیز رو برای خودمون بزرگ میکنیم، ذهن اینطوریه ها، بزرگ میکنیم، بعد دیگه بقیهش رو دیگه نمیبینیم. بعد میریم پیش دندون پزشک با این همه فکرایی که کردیم، میبینیم اولا چقدر این اتاق انتظار چه قشنگه و گلی اونجا گذاشته و مجله هست، میتونم مجلهایی که مثلا خودم نمیخرم الان بگیرم نگاه کنم، چقدر این سکرتر مهربونه، این خانم خوشگل مثلا با من، بعضی وقتا خب مهربون نیست ولی بیشتر وقتا مهربونن دیگه، بعد یه حرفای خوبی با من میزنه، مثلا حالتو میپرسه، امروز چطوری اینا. بعدم تازه وقتی که میری پیش دندون پزشکم اصلا آمپول نمیخواستی، چون نگاه میکنه میگه همه چی اوکیه، این مثلا اینجا یه ذره قطره میریزم خوب میشه. بعد یه خمیر دندون مجانی هم بهمون میدن، میایم بیرون. مثلا ما اینقدر خودمون برای خودمون این مسائل رو بعضی وقتا بزرگ میکنیم که جزئیاتش یادمون میره. باز دوباره دفعه دیگه که میخوایم بریم پیش دندون پزشک باز میترسیم، برای اینکه یادمون به اون خوبیهاش نیست، ما فقط به اون چیزای منفی، چون همه هم از دندون پزشک میترسن، ما تحت تاثیر این ایدهی که یه گروه و همه مردم از اون دارن قرار میگیریم. آقای دانیل گیلبرت که یک استاد روانشناسی در دانشگاه هاروارد هستن، یک کتابی نوشتن به اسم، به انگلیسیش میگم Stumbling on Happiness، یعنی گیر کردن خوشحالی. ایشون معتقدن که هرچی ما بیشتر آزادی داشته باشیم زندگیمون سخت‌تر میشه و شاد نیستیم. الان شما لطفا کانالاتون رو عوض نکنین، چون این نظر من نیست، من میخوام بگم اون چرا اینو میگه. دو گروه اومد یه تحقیقی کرد، دو گروه از دانشجوها رو که کلاس یا دوره عکاسی میدیدن رو گذاشت اونجا و اینا دوره رو دیدن و یاد گرفتن که چطوری عکسای سیاه‌سفید بگیرن. خب طبیعتاً در این دوره کلی عکس گرفته بودن و دو تا بهشون گفت دو تا از این عکس‌ها رو انتخاب کنید که از همه بیشتر دوست دارید و بین این دو تا بهشون گفت یکیشو میتونید انتخاب کنید و یکی دیگر رو ما نگه می‌داریم، هر موقع خواستید میتونید برگردید و عوض کنید نظرتون رو. یعنی بهشون حق انتخاب داد. این یه گروه از این بچه‌ها بودن. به یه گروه دیگرشون گفت فقط یه دونه عکس رو میتونی از این دوتا انتخاب کنی و دیگه نمیتونی برگردی، اون یکی دیگر رو مثلا ما میفرستیم لندن، اصلا یعنی راه دور. خب البته اینو انجام داد. بعد اومد از یه عده دیگه پرسید، گفت ما دو گروه داشتیم با این حق انتخاب و
بدون حق انتخاب برگشت و شما کدوم گروه رو انتخاب میکردید؟ همه گفتن خب معلومه ما گروه اول رو انتخاب میکردیم. منم پیش خودم گفتم منم گروه اول رو انتخاب میکردم که احیانا پشیمون شدم برم عکس رو عوض کنم. بعد اومدن یه مطالعه روی اون دانشجوهایی که حق انتخاب داشتن و میتونستن برگردن و اونایی که حق انتخاب نداشتن کردن، دیدن اونایی که حق انتخاب نداشتن خیلی راضی تر و خوشحال تر بودن نسبت به این موضوع. حالا خوشحالی و رضایت چیه؟ اینه که اونای دیگه همش فکر میکردن کاش برمیگشتم اینو عوض میکردم، شایدم این بهترین انتخاب من نبود، میرفتم اونو عوض میکردم. بعد یه مثال دیگه میزنه، میگه که وقتی مثلا ما میریم یه دست زدم به میکروفونم، میگه میریم یه لباس میخریم، یه پولیور میریم میخریم، وقتی اون فروشنده به ما میگه که شما میتونید اینو پس بدین، ما میریم خونه 10 بار فکر میکنیم که کاش میرفتم پسش میدادم، زیادم قشنگ نیست و خیلی هم بهم نمیاد و چاقم میکنه و نمیدونم یقش بالاست و این حرفا. ولی وقتی میدونیم که نمیتونیم عوضش کنیم، میریم تو آینه نگاه میکنیم، این مغز ما به ما کمک میکنه که ما فکر کنیم اتفاقا خیلی هم خوبه و آره چقدرم به من میاد، چقدرم رنگش خوبه و حق و انتخاب من خیلی انتخاب خوبی بوده. آقای گیلبرت یا پروفسور گیلبرت تجربه شخصی خودشون هم در میون میذارن و میگن که با دوست دخترشون سالها با هم بودن و خیلی هم دوستش میداشتن، اما زمانی که تصمیم گرفتن که باهاش ازدواج کنن، اونم به پیشنهاد یکی از دوستانشون که گفته بود خب چرا خودت نمیتونی تصمیم بگیری که با این بالاخره میخوای تا آخر عمرت باشی یا نه، و میگن که وقتی من تصمیم گرفتم که باهاش ازدواج کنم، بعد از اون انگار اصلا مغزم هم قبول کرد که این مسئولیته و من واقعا احساس میکنم که این بهترین جفت و شریک برای زندگی منه و خیلی زن خوبیه و خیلی هم بیشتر از قبل حتی دوستش دارم. خب این طرز فکر ماست. یه تجربه دیگه‌ای که ایشون با ما در میون گذاشتن این بود که خانمایی که برای دیتینگ یعنی میرن که با آقایون آشنا بشن، اینا دیدن که خیلی براشون مهمه که اون خانم قبلی راجع به اون آقایی که باهاش رفته ملاقات کرده چه نظری داشته. یعنی میگه ما انسان‌ها اینطوری هستیم که نظر دیگران خیلی برامون مهمتره تا اینکه ما بخوایم اطلاعاتی راجع به اون شخص بگیریم. یا مثلا مثالی راجع به فیلم میزنه، میگه که این همه منتقد راجع به فیلم ها نظر میدن، ولی برای ما اون تیزر، اون تریلر فیلمو که میبینیم خیلی مهمتره که خودمون حس کنیم که آیا این فیلم خوبه یا نه، من میخوام این فیلمو نگاه کنم یعنی بر اساس همون چند ثانیه. یا مثلا دانشجوانی که توی آمریکا لااقل اینطوریه که میتونن برن به کلاساشون یه 20 دقیقه به اون معلمشون گوش بدن و ببینن که دوست دارن اون کلاس رو با این آقا برای یک سال یا برای یک سمستر وردارن یا نه. اینه که ماها مثل اینکه خیلی تحت تاثیر مغزمون اینطوریه، یعنی اگه ولش کنیم خودش میخواد هی قضاوت کنه و قضاوتاش میتونه خیلی اینطوری باشه، خیلی بسته باشه بر اساس چیزی که دیگران میگن و اینو ما باید خیلی حواسمون بهش باشه. ایشون در کتابشون باز هم میگن که ما دو نوع اشتباه میکنیم. یکیش اشتباه اینه که مثلا یه راه اشتباهی رو میریم خونه دوستمون، اول اشتباه میکنیم، دفعه دوم سوم بالاخره یاد میگیریم. یه اشتباه دیگه‌اش اینه که دو تا خط موازی رو میبینیم، یه جایی کشیده شده، چشم ما از دور میبینه که این یه کمی موازی نیست، کجه، میریم جلو، اندازه میگیریم، هر کار میکنیم واقعا موازیه ولی چشم ما خطا میکنه. حالا چقدر ما حواسمون باید به این باشه، به این اشتباهات و اینکه چقدر در تبلیغات از این اشتباه استفاده میکنن در واقع برای ما. برای همین من گفتم نظر من 100% با نظر ایشون همخونی نمیکنه. البته ایشون هم بد نمیگن، میگن یا ما میتونیم خودمون حواسمون باشه به اینکه تصورات ما کجا میره، برای اینکه تصورات ما، مغز ما میتونه مثل همون دندون پزشک رفتن میتونه به درد تصور و تمرکز کنه، یا اینکه تمام جزئیات رو در نظر بگیره و ببینه انقدرم دندون پزشک رفتن بد نیست. حالا من چرا اینو میگم؟ ما در همسایگیمون آدم هایی هستن
که وقتی یه آدم جدیدی میاد اون یه همسایه دیگه اون تجربه‌ای که با اون همسایه جدیده داشته میاد به من میگه، من به اون گوش میدم. اینو میگم که به ذهن خودمون، به قلب خودمون و به اون چیزی که خودم میبینم و حس میکنم توجه کنم. برای همین در تاریخ زندگی بشر اون اتفاقاتی افتاد که افتاد به خاطر اینکه میگفتن این گروه آدمای بدین، اینا رو باید نابود کرد. الان هم داریم، اقلیت ها بدن، ما اینا رو باید نابود کنیم. ما خودمون باید بریم و آشنا بشیم و خودمون ببینیم که اینا چجور آدم هایی هستن و خودمون قضاوت کنیم. این مغز خیلی درد سرسازه، خیلی درد سرسازه و ما رو راستش آدم های خوشحالتری نمی کنه. این قلب ماست که ما رو آدم های خوشحالتری می کنه. امیدوارم از این قسمت از برنامه سلام سلامتی هم خوشتون اومده باشه. برنامه های ما رو روی کانال پرژن بی ام اس و روی تارنما و روی شبکه های اجتماعی میتونید دنبال کنید. من پروانه انداچه هستم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو بدید. امیدوارم که روز و روزگارتون هم مثل همیشه رنگی باشه. شما بگید کی صداش نمیاد که من حرف بزنم. میاد، خیلی هم میاد صدای هواپیما. اینم موافقه. هشتگ آبادان.